مقومات ولایت سوغد توجیکستان و مقومات ولایت بودکند قرغیزستان درباره بحث روز 17 اپریل در مرز صحبت کردند. روز گذشته در مرز اسفره و بودکند میان شهروندان دو کشور بحث رخ داد. جانب توجیکستان حادثه را تاکنون توضیح نداده است، ولی مقومات قرغیزستان بر رسانه های این کشور گفتند که روز 17 اپریل کارمندان اداره آب بودکند در جماعت اقصای با سازی مرکزی اساسی آب تقسیم کنی در دریای اقصو را آغاز کردند، اما مرزبانان توجیک طلب کردند که کارو قطع کنند. خدمات مطبوعاتی حکومت ولایت بودکند قرغیزستان خبر داده است که به این بحث حدود 30 ساکن دهه خواجه الانیز همراه شده تلاش کردند مانع کارهای ساختمانی شوند و در نتیجه بین طرف ها نفهمی به وجود آمده است. در نوارهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده ساکنان دهه خواجه الای اسفره میگویند این منطقه علامت گذاری نشده است و تا انجام معین شدن خط مرز در آن باید ساختمان انجام نشود. به نوشته رسانه های قرغیزستان به جای حادثه رهبران بودکند و اسفره آمدند. همچنین نماینده وکالتداری حکومت قرغیزستان در بودکند امورбек سوفانالیف با رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوغد صحبت تلفنی کردند و به موافقه رسیدند که روی حل مسئله را در همایشی که 22 اپریل باید برگزار شود گفتگو میکنند. خط مرز بین توجیکستان و قرغیزستان 976 کیلومتر است. تاکنون 504 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است. دو طرف با وجود گذشت سالها نتوانستند سر منطقه بحث برانگیز به موافقه برسند. بر اثر ماجراها در منطقه نامعین از دو طرف چندین نفر کشته و زخمی شدند.